السلام علیکم بیننده‌های عزیز گرامی، برنامه اخبار است از تلویزیون تاجیکستان. در زمینه تطبیق سیاست موفق و باروری پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امومعلی رحمان تأمین امنیت و ثبات و پایداری استقلال دولتی تمام ساحه‌های اقتصاد ملی مملکت پیش رفته، شرایط خوب و کار زندگی برای شهروندان مهیا گردید. در این برابر تاجیکستان صاحب استقلال با تلاش‌های خستناپذیر پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امومعلی رحمان چون دولت تشبثکار و پیشاهنگ در حل مشکل گلوبالی در عرصه جهان معرفی شد. در روند رشد باثبات و تطبیق هدف‌های سازنده امنیت و ثبات نقش به اندازه مهم بازیده است. اهل دین نورالله گزارش می‌دهد. گذشت سال‌ها ثابت نمود که وحدت ملی راه مهمترین رفع مشکلات داخلی و اساس پیشرفت و ترقیات مملکت میباشد. با شرافت وحدت و اتحاد و یکدلی و همبستگی ملت کهن‌بنیاد تاجیک در مملکت عملهای بنیادکاری و سازندگی اوج گرفته، صدها انشاءات زمانوی و جاوگو با معیارهای جهانی معاصر با طرح زیبای و نوتکرار در ساحه‌های معارف و تندرستی و صناعت و خدمت‌رسانی ساخته شدند. نقش وحدت ملی در روند سازندگی و بنیادکاری مهم و ارزشمند بوده. در زمینه اوج کارهای سازندگی نه تنها پایتخت مملکت شهر دوشنبه، بلکه همه گوشه و کنار کشور محبوب ما آباد و زیبا گردیده، امروز نیز کارهای آبادانی و سازندگی با مرام ادامه دارد. بعدی به اتحاد و همدلی رسیدن ملت تاجیک، مملکت به مرحله نوی رشد و ترقیات و بنیادکاری و سازندگی وارد گردید. پرچم دولتی جمهوری تاجیکستان همچون رمزی وحدت و سربلندی ملت باستانی تاجیک در شهر و نواحی مملکت قامت افراخت. در قلب کوههای آسمانبوس نبهای ماشینگذار، راههای آهن و شاهراههای بین‌المللی، مؤسسههای معاصر و زمانوی، ساحه معارف و تندرستی، کارخانههای عظیم صنعتی و استحصالی، نیروگاههای خرد و بزرگ، بناهای استقامتی بلندآشیانه و دیگر انشاءات مهم معیشی و مأموری و خدمت‌رسانی در تمام گوشه و کنار مملکت بنیاد یافتند که همه این از آبادی و پیشرفت تاجیکستان صاحب استقلال گواهی می‌دهند. اگر استقلالیت دولت این دستاورد بزرگترینی صاحب شدن با دولت صاحب استقلال باشد، جوهر استقلالیت را وحدت ملی تشکیل می نماید. با شرافت سیاست خردمندانه و دوربینانه اساس گذار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امومعلی رحمان که مؤلف اصلی وحدت ملی یعنی سازشنامه می باشند و تاجیکستان عزیزی ما صلح و صلاح، صلح و صفا، عثمان صاف، سازندگی و بنیادکاری آمد و ما شکرگزاری از آن می‌نماییم که در چنین دولت صاحب استقلال کار و زندگی میکنیم. اگرچه استقلال بزرگترین جشن ملی ماست، وحدت ملی ارزش عالی دوره صاحب استقلالی به حساب میرود، زیرا وحدت ملی اساس زمینه رشد مملکت و زندگی شایسته مردم را فراهم آورد. واقعا امنیتی که امروز در تاجیکستان پایبرجاست ثمره ارزشمند وحدت و همدلی است. به سبب نیست که امروز کارشناسان بین‌المللی شهر دوشنبه را یکی از شهرهای امترین پایتختان کشورهای جهان عنوان داده، تجربه صلح تاجیکان مورد آموزش و استفاده سازمانهای با نفوذ بین‌المللی و جامعه بشری قرار گرفته است. در پرتو خورشید استقلال دولتی و وحدت ملی تاجیکستان عزیز روز تا روز آباد و پیشرفته و معمول و مشهور دنیا گردیده، امروز با مکان تصمیم گیری های بزرگ و برگزاری چارابینی های منطقوی و جهانی و سیر و سیاحت سیاحان داخلی و خارجی تبدیل یافته است. این همه پیشرفت آبادی و سازندگی و پایداری صلح و ثبات نشانه ای از خدمت های شبانه روزی پیشوای معظم ملت، پرزیدنت محبوب ملت تاجیک محترم امومعلی رحمان و پایداری وحدت سرتاسری در تاجیکستان آفتابی می باشد. با راه اندازی تدبیرهای آبادانی و سازندگی در شهر وحدت، بیمارخانه منطقوی رقم 5 تجدید و نوسازی شده، در این زمینه سطح خدمت‌رسانی طبی به ساکنان بلند می‌گردد. گزارش محمد علی عبدکریم و شهباز غلامزاده در این خصوص. بیمارخانه منطقوی رقم 5 جماعت دهاتی به نام کریم اسماعیل فی شهر وحدت که دوام سالهای زیاد تعمیر نگردیده بود، با دستگیری مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر در مدت کوتاه‌ترین تجدید و نوسازی گردید. عین زمان کارمندان بیمارخانه منطقوی رقم 5 به زیاده از 38,000 نفر اهالی جماعت دهاتی به نام کریم اسماعیل هم روزه خدمت طبی می‌رسانند.
شعبه تولدخانه بیمارخانه منطقوی رقم 5 از جمله انشاءات طبی نوسازی گردیده محسوب یافته، در آن کارمندان بلند اختصاص و صاحب تجربه به میزاجان خدمت طبی میرسانند. فعالیت خوب و نظرس کارمندان ساحه تندرستی شعبه مذکور است که اکنون بیماران به تولدخانه مرکزی شهر وحدت نرفته، در جای زیست خود به تبابت و معالجه فرا گرفته می شوند. برای فعالیت منظم کارمندان ساحه تندرستی بیمارخانه منطقوی رقم 5 جماعت دهات بنام کریم اسماعیلوف از جانب بیمارخانه مرکزی شهر وحدت با دستگاه و تجهیزات معاصر طبی تامین گردیدند. در بیمارخانه منطقوی رقم 5 در برابر سری وقت به تبابت و معالجه فرا گرفتن ساکنان، همچنین شعبه محس و فیزیوتراپیوتی کودکانه و همچنین برای کلانسالان کشاده شد که عین زمان در خدمت ساکنان دهه‌های جماعت دهات بنام کریم اسماعیلوف قرار دارد. کارمندان ساحه تندرستی بیمارخانه منطقوی رقم 5 جماعت دهات بنام کریم اسماعیلوف شهر وحدت جواباً به این همه تدبیرهای آبادانی و سازندگی که با دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان در مدت کوتاه‌ترین راه اندازی کرده شد، در آینده مقصد دارند سطح خدمت رسانی طبی را به ساکنان در سطح بلند براه مانند. محمد علی عبدالکریم، شهباز غلامزاده، وحدت اخبار. در ناحیه رشت 5 مؤسسه تومکتبی فعالیت دارد. عین زمان در این مؤسسه های تومکتبی و مرکز های انکشاف کودک همگی 1635 نفر کودک به تحصیل فرا گرفته شده است. ادامه موضوع در گزارش نوبتی. مؤسسه تحصیلات تومکتبی شهرک نوآباد ناحیه رشت از حساب مبلغ های مقامات محلی در پرتو عملی شدن برنامه رشد مؤسسه های تامکتبی و تحصیلات عمومی خصوصی بنیاد شده است. در این مؤسسه تامکتبی برای کودکان تمام شرایط های زمانوی فراهم آورده شده است تا آنها برابر استراحت و سواد آموزی و آموزش زبان های خارجی جلب کرده شوند. این حال در مؤسسه تحصیلات تامکتبی ما 60 نفر کودک تحت نظارت هستند، تحت تربیت قرار گرفته هستند. آنها همه روزه بر رسم کشی خواندن زبان انگلیسی و روسی را میموزند. مؤسسه تحصیلات تامکتبی اخترک از حساب مبلغ های آیله صاحبکار احمدزاده در روند کارهای آبادانی برای جلب بیشتر کودکان بنیاد شده است. بینای مؤسسه تحصیلات تامکتبی از دو آشیانه کشاد و برهوا عبارت بوده، برای استراحت و آموزش زبانهای خارجی کودکان از قبیل سیمخانه های کشاد و برهوای تعلیمی، واسطه های عیانی، جای خواب، آشخانه و دیگر شرایط های ضروری مهیا می باشد. در کودکستان ما مگه 60 نفر کودک به قید رفته شده است، شرایطش همه طرف خوب است، فعالیت خوب کرده استودهیم. برنامه رشد مؤسسه های تحصیلات تامکتبی و تحصیلات عمومی خصوصی در جمهوری تاجیکستان یکی از سمت های اساسی دستگیری و همکاری دولت با بخش خصوصی در ساحه معارف به شمار رفته. در این روند مرحله به مرحله مؤسسه های تعلیمی تامکتبی ساخته به استفاده می دهند. از جمله در دهه سیبستان جماعت دهات قلعه سرخ با اقدام صاحبکاری محلی به استقبال جشن 35 سالگی استقلال دولتی بنای خوشتر زمانوی بنیاد شده است که 40 نفر کودکان دهه به تعلیم و تربیه و زبان آموزی جلب گردیدند. در روند کارهای آبادانی در شفت بنای مؤسسه تامکتبی شهرک غرم باشد، ساختمان یک بنای دوشانه برای 80 نفر از حساب مبلغ های مقامات محلی در عرفه انجام یابی قرار دارد. در ناحیه رشت تا همین دوره 5 مؤسسه تامکتبی فعالیت داشته، از این شماره 2 بنای مؤسسه از حساب صاحبکاران سخاوتمند و خیرخواه بنیاد شده است. عین زمان در این مؤسسه های تامکتبی و مرکز های انکشاف کودکان همگی 1635 نفر کودک تحصیل داشته، 23713 نفر کودک دیگر به بنیاد مؤسسه های تامکتبی احتیاج دارند. ایدیگولی محمود، دادرجان میرزازاده، برای برنامه اخبار از ناحیه رشت. برگزاری آزمون جمهوریوی تاجیکستان وطن عزیز من در ولایت ختلان نشان داد که سال از سال شماره داوطلبان زیاد می گردد. محمد رجب عبدالله‌زاده در این خصوص گزارش می دهد.
با مقصد دریافت استعدادهای نو در ساحه صنعت موسیقی و سرایندگی، تصویر و دیزاین، بلند برداشتن مهارت کسبی و زیبایی شناسی، تقویت بخشیدن به هنر بلند اجرا کنندگی، تبلیغ و احیای هنرهای مردمی، معرفی فرهنگ والای ملت تاجیک، سطح کسبی اثرهای نو موسیقی، آفرندگی، انتخاب نمونه های بهترین آهنگ و سرود، کلکسیه ها و اثرهای رسامی که انعکاس کننده فرهنگ گذشته و امروزه ملت تاجیک را تجسم می نماید. طول چند سال است که در مملکت میان قشرهای گوناگون جامعه آزمون جمهوریوی تاجیکستان وطن عزیز من گذرانیده می شود. ضمن برگزاری دور ولایتی آزمون مذکور، اشتراکداران از شهر و ناحیه های ولایت ختلان با آمادگی خوب و پیشنهاد نمونه های محصول ایجاد خود فعالانه اشتراک نمودند. قید کردن به مورد است که راه اندازی گردیدن چنین آزمون و چوربینی های سطح بلند و دستگیری های دائمی حکومت مملکت برای باز هم هوسمند گردانیدن جوانان، این چنین رشد فرهنگ بخصوص هنرهای مردمی زمینه مساعد را فراهم می آورد. طول 6 سال می شود که آزمون جمهوری تاجیکستان وطن عزیز من با امر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در حدود جمهوری تاجیکستان رفته ایستاده است. امروز آزمون جمهوری تاجیکستان وطن عزیز من در ولایت ختلان بسیار با یک شکوه و شهامت خاصه تجلی گردیده ایستاده است. از جمله در صنعت تصویری، نوازندگی، سرایندگی هنرمندان هنرنمایی کرده ایستاده اند. موافق نظامنامه آزمون جمهوریوی تاجیکستان وطن عزیز من، مضمون و غایه های اساسی سرود و آهنگ، اثرهای موسیقی، صنعت تصویری و دیزاین که با آزمون پیشنهاد می شوند، انعنه های ملی و میراث پرغنوات نیاگان، طبیعت زیبا منظر تاجیکستان و احیا نمودن هنرهای مردمی را در بر می گیرد. طور مسئولین ابراز می نمایند، سال از سال تعداد اشتراکچیان از روی همیناتسیه های آزمون جمهوریوی تاجیکستان وطن عزیز من، زیاد گردیده ایستاده است. این سال از سال شماره داوطلبان زیاد نگردد و نفوذ آزمون به یک زینه بالا هم رفت از گویبه می شود، از جهت بدیعیت، از جهت استتیکا و از جهت پیشنهاد اثرهایشون که موافق با طلبات نظامنامه و طلبات دستور عمل تفسیری برابر است. در این آزمون خوانندگان و دانشجویان مؤسسه های تعلیمی موسیقی کسبی، مکتب های صنعت و رسامی بچگانه، اینچنین کالج صنعت، کالج رسامی و مؤسسه های عالی کسبی، سرایندگان و نوازندگان فیلارمونیه های خلقی، تئاتر های خلقی، دسته های هنری نزد ریاست، شعبه و بخش های فرهنگ ولایت، شهر و ناحیه ها و انسمبل های هنری و عائلوی شرکت می نمایند. بعد از نتیجه گیری از هنر و مهارت داوطلبان، اعضای حکمان خلاصه براری کرده، بهترین ها برای اشتراک در دور جمهوریوی آزمون راحت گرفتند. محمدرجب عبدالله‌زاده، دولت فیض‌الله، موسی نورمحمد، اخبار. تحکیم رابطه علم با استحصالات و افضلیت دادن به تطبیق دستاوردهای علم در تولیدات از امکانیت اساسی برای بلند برداشتن ثمرناکی زمین به حساب می رود. ضمن چوربینی در اکادمی علم های کشاورزی تاجیکستان دستاوردهای نو عالمان معرفی گردید. گزارش در این خصوص. این نمونه دستاوردهای عالمان تاجیک می باشد که بعد تجربه های علمی و عملی به منطقه مطابق و امروز برای کشت توصیه داده می شود. در مجموع تمام دستاوردهای مؤسسه های زیرتابه اکادمی علم های کشاورزی تاجیکستان در دایره چوربینی با اشتراک دایره وسیع نمایندگان علم و استحصالات معرفی کرده شد. در شرایط دیگرگون شوی اقلیم، یگانه راه بلند برداشتن ثمرناکی زمین، تحکیم رابطه علم با استحصالات و افضلیت دادن به کشت نو و نمونه های تخمه زراعت به شرایط کنونی اقلیم تابوار به حساب می رود. با نظر داشتی همین از جانب اکادمی علم های کشاورزی تاجیکستان تصمیم گرفته شده است که با اجرای سری وقتی سپارش های رهبری دولت در رشد سوهای کشاورزی با افضلیت به تجربه علمی ملی سهم گذاری کرده شود. این نمونه دستاوردهای علم برای تامین رشد سوهای کشاورزی در شرایط کنونی اقلیم پیش بینی شده است. هدف از برگزاری این همایش علمی پیش از همه معرفی دستاوردهای علمی سوهای کشاورزی و در اساس تبادل افکار همگیروی این با استحصال باشد. تا
تحلیل های علمی نشون میدهد که اگر واقع بینانزم در ابتدا روشی سوای کشاورزی به طور اکستنسیوی پیش میرد، بعدا با اصول اینتنسیوی گذشت، حاضر اصول اینوواسیونی روشی سوای کشاورزی برامون داشته است و این همایش علمی که امروز برگذاشته است آموزش روحی با اصول اینوواسیونی روش دادن سوای کشاورزی تویستان نگرانده شده است. از جانب اینستیتوت زراعتکاری زیاده از 17 نمودی گندم ملودیمیا پیشنهاد کرده شد، از اون 3 نوع ساختونا 4 نوع جو پیشنهاد کرده شد که همشون افرادی نوعی اینستیتوت زراعتکاری میباشند. شورابینی تحت عنوان سهم علمای اکادمی علم های کشاورزی تاجیکستان در عملی نمودن هدف استراتژی کشور، تامین امنیت آذوقه‌خوری با اشتراک نمایندگان دستگاه اجرایی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، وزارت کشاورزی و علمان و دهقانان دایر گردید. ضمن این تدبیر مهم، توجه به افزایش تجربه اینوواسیونی کشت و پرورش زراعت جلب کرده شد. در همایش یکجای نمایندگان علم و استحصالات، آمادگی هیئت علمان برای اجرای سریوقتی سفارش های پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، پیشوای ملت محترم امومعلی رحمان هنگام ملاقات با اهل علم و معارف و در همین زمینه تطبیق هرچی بیشتری دستاوردهای علم در استحصالات تاکید گردید. زیرا در شرایط دیگرگون شوی اقلیم، این مهمترین وسیله بلند بر رشد ثمرناکی زمین، افزایش نشاندهای استحصالی و رسیدن به تامین امنیت آذوقه‌خوری به حساب می رود. ما علمان ساحه کشاورزی قناعتمند و افتخار هستیم که پرزیدنت مملکت پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان علم را یکی از عوامل اساسی رشد کشور و علم را ذخیره اساسی ذهنی حسابیده آید به رشد علم و بهتر کردن شرایط کارمندان علم همیشه غمخوری می نماید. مقصد اساسی ما نمایش دادن دستاوردهای علمان علم کشاورزی، تطبیق وسیع آنها در استحصالات با مقصد زیاد کردن محصولات سایه کشاورزی و بهتر کردن تامین امنیت آذوقه‌خوری مملکت می باشد. ما وظیفه دار هستیم که امروز همه دستور و سفارش های جناب اعلی را عملی کنیم و علمی ساحه را پیش بریم و ابرو اعتبار علمی را در عرصه بین الملل بلند برداریم. تحلیل ها نشان می دهد که افزون گرداندن دستاوردهای علم، تحکیم رابطه بین نمایندگان علم و استحصالات و برتری دادن به تجربه سنجیده شده مهمترین وسیله تامین پیشرفت ساحه کشاورزی در شرایط افزاینده طلبات به مواد غذایی در جهان به حساب می رود. با نظر داشت همین، هیئت اکادمی علم های کشاورزی تاجیکستان تصمیم گرفتند که نتیجه کارهای علمی را جانوگ نموده، توسط تحکیم رابطه بین علم و استحصالات با اجرای نمونوی رسالات در رشد ساحه کشاورزی مطابق با طلبات کنونی سهم گذاری میکنند. بیننده های گرامی، چنین بودن خبر و گزارش هایی که تا این لحظه همکاران ما آماده نمودند و منظور شما نمودیم. سلامت باشید.